قبل از شروع ویدیو من عرض کنم که ببینم اولا که من کروات هنوز نزدم، فردا شایعه نکنید وای کروات زد ایوا رفت اون بر کرواتی شد، اصلا هنوز اینجاست، به موقعش میزنم به موقعش. نکته دوم این بود، چشم فتنه رو کور کردی از کاسه در آورده بودی، کاسه هم زیر نیم کاسه بود، این بود یک سال آی ما فتنه رو گوشش اینجوری کردیم، بعد مردم چی 7.5 میلیون چی بودن من ندون به این تو خیابون چیکار میکنن 7.5 میلیون 25 بهمن 1 اسفند 15 میلیون نمیدونم اصلا. اما این ویدیو میخواد چه کنه؟ این ویدیویی که تقدیم شما بینندگان عزیز ارجمند میشه، اصلا من با هیچ ایرانی کار ندارم، با این 89-90% ایرانی ها بریم کنار، این ویدیو فقط مخصوص طرفداران آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد. بعدم قبلش بهتون بگم آقا من قرار نیست رئیس جمهور شم، قرارم نیست که رهبر بشم، من یک شومنم، شغلم هم خیلی دوست دارم، اپوزیسیون خارج و داخلم دارم بهتون میگم، من تمام زورم رو برای اینکه ازتون حمایت کنم میزنم، اما هر کسی که با این جمله من مشکل داره مال دولت ایرانه. همه اپوزیسیون ها چی میگن؟ میگن آقا ما میخوام بریم ملت ایران خدمت کنیم، اوکی خدمت کنید، اما تا وقتی این گاگولا باشن که شما خدمت نمیتونه بکنین، همه ما یه هدف داریم، کشیدن اینا به پایین، همین. اگر کسی با این مشکل داره هی به این جنافش میده، هی به اون جنافش میده، یاد بگیریم ما همه با هم متحدیم و حسینی هم مرگبری مرگبرون هم نمی کنم، من هیجانی هم نمیشم هی مسیج بزنید. بعضی هم گفتن پدر مادرتون بچه هاتون خانوادتون اینا به حال ممکنه خطری واسه شون پیش بیاد، خطری پیش اومدم که اومد دیگه، چیکار کنیم؟ حرف نزنیم الان بعد بزن. اما نکته ای که میخوام به شما بگم، میدونی چرا اینو میخوام به شما بگم؟ طرفداران آقای احمدی نژاد و دیکتاتور بزرگ، فردا که مردیم، از این لحظه که این ویدیو پخش میشه، اگر مردیم و گفتید به ما کسی نگفته بود، اونجا خدا گوشتون رو میگیره میگه این حسینی پس چی بود؟ شیعه یعنی چی؟ شما میگید ما شیعه ایم، میان تو خیابون با باتون تق میزنیم تو سر دختر مردم، پیر مرد و پیر زن رو خلش میدیم. شیعه اصلا میدونی یعنی چی؟ من نمیخوام راجع به کل شیعه حرف بزنم، فقط 3 تا نکته کوچولو میخوام بگم. حیفه. یک، شیعه مخالف شدید شورای نگهبان. اصلا شورای نگهبان شیعه چرا تو شورای نگهبان داره؟ حضرت علی با عمر، ابوبکر، عثمان بزرگ مردان تاریخ هن اینا. یعنی اگه عمر فردا بیاد توی ایران به خدا رو شاید میگم من دستاشو میبوسم. اینا با خودشون با عمر و عثمان و ابوبکر میسنجن، اون مردان بزرگ تاریخ هن. چه اتفاقی سر حضرت علی افتاد؟ 3-4 نفر به نام شورای نگهبان یه نفر انتخاب کردن. از اینجا شیعه شروع شد که علی بود. اومد گفت دموکراسی پس چی میشه؟ مردم باید رأی بدن. چطوری شما 4 نفری اومدین این کارو کردین و یه نفر انتخاب کردین؟ پس اولین نکته‌ای که در شیعه وجود داره اینه که شورای نگهبان وجود نداره، دموکراسی و رأی مردم. دو، شیعه با ولی فقیه مشکل داره. سوال خیلی ساده، امام حسن چرا در مقابل عرضم حضور شما که معاویه حرف نزد؟ چون معاویه گفت آقا من اومدم اینجا پول بخورم، پرزیدنتم، ما رو چه به دین؟ یزید چی گفت؟ گفت من ولی فقیهم، من از طرف خدا اومدم، یک حاله و حوله‌ای دیدم و این است و این نصف ولی فقیه. اینجا بود که حسین ابن علی قیام کرد، یعنی بلند شد بر علیه کی؟ بر علیه این حکومت، حکومت یزید. پس شیعه با ولی فقیه هم مشکل داره. چرا؟ چون ولی فقیه که از طرف خدا اومده طبق هزاران حدیث معتبر، حضرت مهدی چی فرمودن؟ پس هم حضرت مهدی برای چی داره میاد؟ برای این داره میاد که حکومت رو، یعنی سیاست و دیانت رو مخلوط کنه، حکومت اسلامی تشکیل بده. و از امامان معصوم ما داریم هزاران حدیث که میگن هر کسی قبل از ظهور مهدی اعلام حکومت اسلامی کنه و بگه من ولی فقیهم، مردم باید بر علیهش جهاد کنن.
دروغگوه و دجاله. اسم دجال از اینجا شروع شده. یعنی دجال به کسی میگن که میگه من از طرف خدا هم. پس حسین برای همین قیام کرد. سه، آقا نماز جمعه شیعه نداره. شیعه نماز جمعه نداره. چرا نداره؟ به خاطر اینکه اگر یادتون باشه وقتی علی رو کشتن، گفتن علی رو کجا کشتن؟ گفتن تو مسجد. گفتن مگه علی نماز میخون؟ چرا؟ چون علی مسجد نمیرفت. نماز جمعه باید پشت معصوم خونده شه. آقایون روحانی، یعنی ما چهار تا آدم مثل بروجردی نمیتونه پیدا کنیم که میگه دین از سیاست باید جدا بشه؟ آقا ما حکومت دینی نمیخوایم. حکومت دینی زرتشتی نمیخوایم، مسیحی نمیخوایم، یهودی نمیخوایم، بهایی نمیخوایم، شیعه نمیخوایم، سنی نمیخوایم. ما میخوایم هر کی دلش میخواد حجاب داشته باشه، هر کی نمیخواد نداشته باشه. ما میخوایم مردمون حال کنن. رأی مردم زده بیرون. این داستان دیگه اونجوری نیست. دفاع من این حرفا رو زنم برای اینکه طرفداران آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای دامت حفاظتون، نمیدونم دامنتون تو حفاظاتو یا حفاظاتتون تو دامنتونه، بدونن از امروز اگر تو خیابون باتون گرفتن، مردم دیگه اینا رو به شکل مسلمان نمیبینن. اینا دیگه مسلمان نیستن، چون اگه مسلمان باشن حداقل اینا میدونن که حضرت علی با ولی فقیه مشکل داشت. میگه ولی فقیه نشی، آقا چجوری شما از طرف خدایی؟ کی گفته شما از طرف خدایی؟ این مسیجش کو؟ مردم ببینن. جمع کنید دیگه بابا. آقای خامنه ای جوانا رو کشتی درسته؟ این جمله رو از حسینی تو مغزت فرو کن. محکم و سوار قله احد یادته؟ در آینده ما کشته خواهیم داد، شما هم کشته میدید، اما کشتگان ما به بهشت میروند و کشتگان شما به جهنم. کشتگان ما به بهشت میروند و کشتگان شما به جهنم. گیم آور شدین. هر کسی رئیسمون بشه من دستشو میبوسم. اما اصل موضوع خروج من از ایران، قیام من بر علیه یک تفکر شیعه ولی فقیه نداره و هر کسی قبل از مهدی اعلام حکومت اسلامی کنه دجاله و روحانیون باید بر علیه اون اعلام جهاد کنن. اگه جرأت داشته باشن و اگه نداشته باشن، مردم حقشون رو میگیرن. بعد مردم رو میترسونی از کشته شدن؟ ما سال 25,000 نفر دیم تو تصادفات کشته میدیم عزیزم جیگر جان. به خاطر چی؟ 5,000 تاشون به خاطر سهل‌انگاری و جوانبازیه. بقیهش برای چیه؟ برای اینکه جاده ها داره نیست. پول بیت المال کجاست؟ شنگل بلو؟ بخر جای دیگه؟ حالا 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر برای تاوان سختی رو پس خواهید داد. یه روزی میشه که مختار قیام میکنه و کله شما رو در همان تشتی میاندازد که انداختید. کشتگان ما بهشت می روند